خدمتتون عرض کنم که ما دو روز قبل جلسه ای رو با پیشکسوتان و در واقع کانونهای هواداری استقلال داشتیم. اتفاقا دیروز هم یکی دو تا از کانونهای هواداری پرسپولیس هم با من صحبتی داشتن، یک صحبت حضوری هم خدمت یکی دو تا از این مسئولینشون داشتیم. انشاءالله که ظرف هفته آینده بتونیم این برنامه رو برای باشگاه پرسپولیس برقرار کنیم. البته الان اون چیزی که به صورت عاجل مطرح است تامین این منابع مالی برای برانکو به صورت ویژه مطرحه که آقایان باشگاه هم متاسفانه ماهای زیادی مدیران باشگاه قولهایی دادن که قولهاشون هم عمل نشده و سرنوشت باشگاه به این روزها و دقایق آخر رسیده. بعد نکتهش اینجاست آقای قاضی زاده که حالا هم کارگزارهای مختلفی در این دو باشگاه حضور داشتن، همین که به هر حال پرسپولیس توی این سالها تونسته که حالا توی مثلا همین چند وقت اخیر توی باشگاه یاسر نتیجه گرفته، این مبالغی که دریافت میکنن معلوم نیست کجا خرج میشه اصلا و چرا صرف باشگاه نمیشه. در مورد این از باشگاه پرسپولیس و همینطور باشگاه استقلال سوالی که کردین، چه جوابی گرفتین از مسئولان این دو باشگاه؟ خدمتتون عرض بکنم اون چی که الان مطرحه بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ظرف سالهای گذشته جمع پرداخت‌های ارزی و برای بازیکن و یا مربیان خارجی برای باشگاه پرسپولیس حدود 13.5 میلیون یورو بوده و برای باشگاه استقلال سرجم 8.5 میلیون یورو. بله. و الان وضعیتی که باشگاه پرسپولیس راجع به علل خصوص سرمربی سابقش داره و علارغم این که گفته بودن ما می‌خوایم به کس در واقع اعتراض کنیم، حتی محل تامین منابع برای اعتراض به کس رو نداشتن، همون چیزی که ما در مورد پرونده ویلموت هم از ابتدا پیش بینی می‌کردیم. تازه این عدد خیلی پایین‌تری است و در مورد اون پرونده چندین و چند برابر عدد برانکو هست. بله. من فکر می‌کنم ما باید راجع به اصولاً نحوه مدیریت ورزشی بیشتر نظر داشته باشیم. آنچه که مشهود هست وزارت ورزش و جوانان علارغم تمام ادعاها و صحبت‌هایی که می‌کنه که بسیار مدیریت عالی و داهیانه‌ای رو داشته نسبت به هر دو باشگاه، اما در عمل می‌بینیم که هر دو باشگاه مشکلات روزافزون دارن و الان پرسپولیس به لحاظ شرایط ذهنی و آماده کامل آمادگی لازم رو حتی برای فینال جام قهرمانان باشگاه آسیا نداره. یعنی الان خودتون می‌بینید حتی بازیکنان و کادر مربیگری خدا گل محمدی هم بله. اعتراضات ویژه‌ای داره به نحوه رسیدگی، به نحوه مدیریت. ما این رو انشاءالله قطعا در دستور کار مجلس قرار میدیم، اون هم بر اساس مطالبه کانونهای هواداری. آقای فروردین گفتن که به مسئولان باشگاه استقلال یک ماه فرصت دادن تا بتونن که سر و سامان بدن به این باشگاه و اگر پاسخ مناسبی دریافت نکنن ممکنه که جناب آقای وزیر استیضاح بشن، درسته این موضوع؟ آنچه که در جلسه دو روز پیش در جلسه با در واقع متولیان و پیشکسوتان استقلال و کانونهای هواداری مطرح شد به عنوان جمع‌بندی و خروجی جلسه، چرا که اون باشگاه الان واقعیت به لحاظ ثبات مدیریتی و تغییرات پی در پی که در سرمربی و اعضای هیئت مدیره این باشگاه ظرف یک سال گذشته 3 تا سرمربی عوض کرده. بله. و ظرف همین 2 سال گذشته بیش از 13 عضو هیئت مدیره در اون رفتند و آمدند و تغییرات گسترده‌ای که نشانگر از بی‌ثباتی است، قرار شد ظرف یک ماه آینده این مهلت داده شد که وزارت ورزش سریع‌تر تعیین تکلیف بکنه یک مدیر ورزشی و در این حال اقتصادی رو برای اون باشگاه به صورت کامل تعیین بکنه، ثبات مدیریتی بده که حداقل باز ظرف یک سال آینده تا پایان عمر این دولت در واقع پیوسته شاهد تغییرات گسترده و رفت آمدهای مکرر در اون باشگاه نباشیم. این شرایط برای باشگاه پرسپولیس هم حکم میکنه، یعنی باشگاه پرسپولیس هم متاسفانه یک مقداری برخی از عدم ثبات مخصوصا در پشتیبانی های مالی که براش قرار بود به وجود بیاد نیامده و ترکیب این دوتا نشان دهنده رفت آمدهای گسترده در سطح مدیریتی باشگاه ها و عدم ثبات هست که خب ضربه میزنه به مدیریت این دوتا باشگاه.
بله بله، یعنی استیجاب چی میشه؟ برای آقای وزیر ما جلسه دو روز قبلمون یک جلسه نظارتی بود. مجلس بعضی جلسات رو به عنوان جلسات نظارتی برقرار میکنه. معاون وزیر ورزش آقای علی نژاد هم در اون جلسه حضور داشتن، آقای تقی‌زاده هم حضور داشتن. در جلسه نظارتی دو روز پیش ما این مهلت گذاشته شد که وزارت ورزش سریع‌تر اقدام عملیاتی و اجرایی بکنه. ما بعد از یک ماه اگر شاهد اقدام عملی نباشیم وارد فاز اقدام بعدی نظارتمون خواهیم شد که خب میتونه هم سوال از وزیر باشه و هم مرحله استیضاح وزیر. اما ما این مهلت رو برای وزارت ورزش قائل شدیم که بتونه کارهاش رو ساماندهی بکنه. خود آقایون هم، خدای علی نژاد هم این موضوع رو پذیرفتند و به عنوان جمع‌بندی جلسه هم اعلام شد.